بدون داشتن شمع معمولی با هم بیایید قسمتی از گاتا را بخوانیم. ای اهورامزدا، با اندیشه نیک به تو روی می آورم، در پرتو راستی مرا از پاداش زندگی مادی و معنوی برخوردار کن. ای راستی و ای اندیشه نیک و ای اهورامزدا، من برای شما می سرایم با سرودی که بیش از این کس نسروده است، تا توانایی معنوی و پاسایی در ما فزودی گیرد. خواهش ما را بپذیر و به ما شادمانی و خوشبختی ببخشید. من روانم را با اندیشه نیک به سرای برین جای خواهم داد و با آگاهی از پاداشی که اهورامزدا برای کارها برنهاده است، تا تاب و توان دارم به مردمان میآموزم که در راه راستی بکوشند. ای راستی، کی تو را خواهیم دید؟ ای اندیشه نیک، کی با دانایی تو را در خواهیم یافت؟ و ای اهورای توانا، کی به تو راه خواهم برد و کی آوای درونی مزدایی را خواهم شنید؟ ای راستی و ای اندیشه نیک، به سوی من آیید. بخششی را که پاداش اندیشه نیک است به ما ارزانی دار. و تو ای پارسایی، تو ای مزدا، به ما توانایی بخش تا پیام تو را به همگان برسانیم. ای اهورا، ای تو بهترین و بهتر از همه و با بهترین راستی ها هماهنگ، به تو از دل می خواهم که اندیشه نیک را برای همیشه ببخشایی. ای راستی و ای اندیشه نیک، با بخششی که به من دارید هرگز شما را نمی آزارم و می کوشم که ستایش خود را به شما نیاز کنم. ای مزدا اهورا، آرزوی کسانی را که راست و نیکندیش و درست کردارند و تو آنها را می شناسی برآورده ساز. من نیک می دانم که تو نیایش هایی را که از دل براید و برای انجامی نیک باشد پاسخ خواهی داد. همین ما شما از خواندن این سرودها هیچ وقت خسته که نمیشیم که هیچ، بلکه شادمان میشیم، روح و تنمون نو میشه. به ستایش آفریدگار، آفرینش، آنکه شما دیدید هفته پیش نشون دادیم که چگونه ما در برنامه‌ای که ما کی هستیم، چطور از یک از 100 میلیون light years یعنی سال نوری گالکسی رو دیدیم، وارد شدیم از گالکسی به قسمت گالکسی اونجایی که ما زمین و کره ما هستش، رسیدیم به چگونه که کره زمین به چه بزرگی بود و چه کوچکی بود، چطور بزرگ شد، رسیدیم به خود زمین تا به 1 متری و 1 سانتی متری و 1 میلیمتری و 1 میکرومتری رسیدیم و تا به اتم رسیدیم. سوال کردیم ما کی هستیم، بزرگیم یا کوچکیم؟ امروز یک بار دیگر میخوام فکرشو بکنید، آیا ما
کوچکیم یا بزرگیم، کی هستیم، کجا هستیم، چرا به وجود اومدیم. اصلا به دنیا آمدن من و تو به چه دلیلی بوده و چرا ما این همه کوشش میکنیم که قبل از این که از این بدن خارج بشیم به عنوان یک انسان کامل به دنیای جاودانه بریم، نه انسانی که هنوز ناقص است. به فرمایش جناب پیرنیا که هر حرف طبقه رو گذرانده باشه، چون نگذراند مجبورت برگردد بیاید. همین ما با هم آموختیم که آنچرا که مشهودات، محسوسات و به اصطلاح ملموسات، واقعیاتی که میشه دید، حس کرد، لمس کرد یا شنید، اینها همه چیزهایی است که فقط ما میبینیم، حس میکنیم، دست میزنیم. واقعیات چیزهای مهم رو ما نمیبینیم. مگه شما من هوا رو میبینیم؟ بدون هوا که نمیتونیم زندگی کنیم. مثل هوا، روز که روشنه مگه من و شما ستاره ها رو میبینیم؟ عوام میگن ستاره ها رفته شب بر میگرده. نه، همیشه اونجاست. تازه اون زمانی که اونجاست من و تو نگاه میکنیم، اون زمان امروزش نیست. صدها سال نوری فاصله داریم. اون زمانی که اون اونجا بود که ما امروز میبینیمش دیگه اونجا نیست. بگذاریم. مقصود این است که آنچه را که ما لمس میکنیم، میبینیم یا میشنویم، اون همه زیست نیست. زیست واقعی روح توست، روح منه. من و تو آموختیم که ما قسمتی از روح بون هستیم. روح در بدن ما نیست، بدن ما در اون روح جاودانه بزرگ است که از اینجا به کهکشانها خواهد رسید. من و تو در هر جایی که دلمون بخواد خواهیم بود، میتوانیم باشیم، چون ما این بدن را به عنوان یک وسیله مصرف کردیم. من با پوزش از بینندگان و شنوندگانی قدیمی ما، اونهایی که در 3-4 سال گذشته صدای ما رو میشنیدند، برای اطلاع شما، چون عده بسیار بسیار زیادی، خیلی زیاد بیننده و شنونده جدید اومده، به حدی زیاد که من خودم واقعا تعجب دارم. اجازه بدید اگر بشه من یکیشو به شما نشون بدم که ببینید چقدر زیاد شده و مرتبا هم بیننده و شنونده زیادتر میشه. اگر من به وبسایتمون برم، به همین جهت داشتم پوزش میخواستم که اگر ما تکرار میکنیم، مجبور به تکرار هستیم، نه به خاطر اینکه تا چند لحظه دیگه بر ضمن اینکه سخن میگم این وبسایت رو براتون پیدا میکنم که ببینیم در فقط در یکی از وبسایت های ما از طریق کسانی که میان ما رو نگاه میکنند، یعنی تلویزیون حقا و رادیو حقا رو میشنوند، ببینید چقدر زیاد میشه. تعداد نمیگم دو برابر میشه هر ماه، ولی تقریبا یک همچین حالتی رو داره. بنابراین میگفتم اگر سخنانی میگم که این سخنان شاید از نظر بسیاری غیر قابل قبول باشه، به همین جهت یا قبلا شنیده باشن، باید بدونن که این چیزی نیستش که فقط برای شما باشه. ما تعداد بیننده های زیادی داریم، خیلی زیاد. ببین الان این وبسایت رو آماده کردن، نگاه کنیم با هم دیگه. شما نگاه میکنید، ببینید ما چطور داریم پیش میریم. فقط از یک دونه، چون همطور که میدونید ما از بیش از 150 وبسایت و
15 تا 20 رادیو تلویزیون مختلف پخش میشیم. فقط در اینجا این امسال ژانویه 22,000 تا بوده، 28,000 تا، 41,000، 51,000. الان ماه جون، این ماهی که اینجا هست دارم به شما نشون میدم، دارم سیار میکنم، رسیده ماه جون تموم نشده ولی رسیده به 73,000. این فقط بیننده یک ساعت یک قسمت یکی از وبسایت‌های ما هست.